شما هنرمندین؟ شما هنرمندین و شعردان و شعرهای زیبا و الان منم اگه میدونم یه شعر زیبا به شما تحویل میدادم. آقای عرصپور بفرمایید. با سلام های گرم به همه سروران گرامی و سردار بزرگ و خانوم رجوی و همرتبان شورایی، با سلام به شورشگران و کانونهای شورشی که دلاورانه و جانانه بازبانشان را به هم گره زدند و تکبیر وفاداریشان به رهبری مسعود از مناره‌های غیرت زمان به گوش می‌رسد. شورشگرانی که این روزها با قدی برافراشته بر چوبه‌های دار بوسه زدند، اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های ایران زمین به یمن وجود آنان بر پای ایستادند و طوفان شرارانگیزشان در تمام ایران به پا خواسته نشان دهنده سرنگونی نچندان دور این رژیم جنایتکار است. سردار بزرگ، مریم بزرگوار و شورشگر، همه از قلب پاکتان آگاهیم. گاهی همچون آتش شعله‌ور می شوید و گاهی همچون باران می بارید. سردار، سخنان و راهنمایی های توست که دلها را به دست می آورد و غیر ممکنها را ممکن می سازد و همه تن به گرمی دلنواز تابش خورشید تو می سپرند و پریشانی ها را از یاد می برند. بدین گونه است که نابسامانی ها را در این غربت فراموش می کنیم و امیدهای نو در دل می پروریم. فرمان تو و مریم بزرگ بسان اختران آسمان در دلهای من می درخشد. وقتی فرمان می دهید چطور اشرف نشانان می توانند فرمان بردار تو نباشند؟ در سینه هر شورشگر و کانونهای شورشی آتش و در دستش خشاب مسلسل نهاده شده است، همچون آهنگران که وقتی تبر یا پتکی سرخ از آتش را در آب سرد فرو میبرند تا آن را سخت‌تر کنند، از آن فلز به سختی صفیر برمیخیزد. خواهران و برادران مجاهد، شماها از صخره‌ها هم محکم‌ترید. میگویند خدا جهان را که آفرید در آن کوها و صخره‌های ایجاد کرد که همیشه پابرجا باشند، ولی پس از گذشت زمان خداوند دید که صخره‌ها هم تحمل سنگینی‌ها و دشواری‌ها را نمی‌کنند و از هم می‌پاشند. آن وقت بود که خدا سنگینی را بر دوش بندگان خود قرار داد و مشاهده کرد که آنها پرتحملتر از کوها هستند. آری، اینجاست که مجاهد بزرگ برادر عزیزم شریف میگوید که ما با سوزن کوه کندیم و مجاهدان استوار و پایدار از کوها و صخره‌ها و اقیانوس‌ها گذشتند. این روزها تلاش‌های مذبوحانه رژیم در تشکیل بیدادگاه غیابی در داخل کشور برای رهبری مقاومت و بیش از 100 نفر از اعضای مقاومت نشان از استیصال و ترس رژیم از پیشروی همین مجاهدین و مقاومت در داخل ایران دارد. اما ما سال هاست که جنایت رژیم را در دادگاه های بین المللی به جرم نسل‌کشی هدف قرار داده ایم. ما فتوای خمینی را با فجیع‌ترین وضع اعدام هایش
از مادران باردار تا دختران و جوانان کم سن و سال با ظالمانه ترین شکنجه های قرون وسطاییش را به جهانیان نشان دادیم. ما هزاران هزار شاهد عینی داریم و چشم به راه رئیسی، اژه‌ای و قالیباف های جانی هستیم تا در یک دادگاه بین المللی حساب آنها را کف دستشان بگذاریم. سردار بزرگ، مسعود عزیز، هر کس که آزادی و وسعتش را دوست بدارد میتواند سختی های بزرگ را طی کند. هر کس که دریاها را پیموده است به سرزمین خود خواهد رسید. مسعود، طوفان حریف ما نیست وقتی تو ناخدایی. چه شکوهی دارد دریای خروشان مجاهدان و شورشگران. هرچه از آبش می نوشند، هرچه از ماهیانش می گیرند، باز دریا آبی و باز لبریز از ماهی است. پیروز باشید. علی نگهبان مجاهدان. آقای تصویجی بفهمه شما. به اجازه از خانم رئیس جمهور و تمام حضار محترم، فکر میکنم که بیشتر مطالب رو دوستان توضیح دادن، ولی من میخواستم به یک نکته کوچک اشاره داشته باشم. اون هم صحت تحلیل ها و جنبندی های مقاومت به خصوص مسئول شورا آقای رجبی است. اگر تحلیل ها درست باشد، قطعا راه درست مبارزه و هدف والای آن، یعنی برگرداندن حاکمیت ملی به مردم ایران را حتما رقم خواهد زد. مقاومت در تحلیل هایش همواره خطر بنیادگرایی اسلامی را بزرگترین خطر برای صلح منطقه و جهان دانسته است و از 40 سال پیش آن را در موارد گوناگون بیان کرده است. مقاومت ایران استراتژی رژیم را برای بقای حیاتش مبتنی بر سرکوب داخلی، صدور بنیانگرایی و دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی از جمله بمب اتمی دانسته و صحت این تحلیل‌ها پس از کشتارهای بی حد و حصار بالغ بر 120 هزار هموطن و جنگ‌های منطقه و کشته شدن 500,000 سوری و دیگر موارد اثر من الشمس است. تاراج منابع ملی، ورشکستگی کامل و فروپاشی اقتصاد ایران، بی ارزش شدن پول ملی، فقر و بیکاری، رانت خاری و چپاول و حکومت و اقتصاد مافیایی همه شهادت بر صحت این موازه دارد. اما مهمتر هشداری بود که در رابطه با سیاست مماشات غرب به آنها داده شد که در نهایت دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. اکنون دخالت‌های رژیم اسلامی در جنگ اوکراین، در غزه، حمایت از نیروهای نیابتی در عراق و لبنان و یمن و دیگر مناطق یک مسئله جدی در رابطه با امنیت جهانی گشته است. نازنین غربی دور زدن تحریم ها را یکی از خطرات جدی تهدید امنیت جهانی می دانند. مسئله حملات حوثی ها به کشتی های تجاری یک مسئله بسیار عمده اقتصادی است که اگر حل نشود می تواند تأثیری بالغ بر 3.6 تریلیون دلار در تجارت جهانی وارد کند. این برای اقتصاد جهانی یک خطر جدی است و دول غرب نمیتوانند چشمشان را بر آن بپوشانند. پس همچنان که آقای رجبی بارها گفتند، سر ما در تهران است. دول غربی چه بخواهند و چه نخواهند باید به این مسئله بپردازند. با تشکر.